Fahrrad Chabara. هجوم معترضان به سوی کاخ سفید، بیش از 4000 نفر در نارامی‌های نژادی آمریکا بازداشت شدند. اعلام آمار حکومت ایران از کشته‌های اعتراضات آبان ماه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید در مجموع 230 نفر کشته شدند. کشته شدن دختر افغان به دست خانواده بعد از فرار با معشوقش. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ثبت نزدیک به 100 قتل ناموسی در سال گذشته خبر داد. و تکمیل مأموریت اولین سفینه بخش خصوصی، دو آمریکایی در ایستگاه فضایی بین‌المللی مستقر شدند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در آمریکا اعتراض‌ها به تبعیض نژادی و خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان به 75 شهر کشیده شده. با وجود مقررات منع رفت و آمد شبانه، بسیاری به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌ها عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، اما در چند شهر به خشونت کشیده شد. پلیس در واشنگتن، نیویورک و شیکاگو با معترضان درگیر شد و به طرف اونها گاز اشک‌آور شلیک کرد. بیش از 4000 نفر در چند روز گذشته بازداشت شدند. در پایتخت معترضان چند ساختمان اطراف کاخ سفید را آتش زدند. باران عباسی از جزئیات بیشتر. ششمین روز اعتراض‌ها به خشونت پلیس آمریکا. در پی مرگ یک مرد سیاه‌پوست، تجمع مقابل کاخ سفید و به آتش کشیدن ساختمان‌های اطراف. رئیس جمهوری آمریکا گروه‌های چپ افراطی را مسئول این حوادث دانسته و آن را تروریسم داخلی نامیده. سخنانی که خشم معترضان را بیشتر کرده. باید مثل یک بزرگسال رفتار کنه. باید از این رفتارهای بچگونه و توییت‌های بچگونه دست برداره. واکنش پلیس در مواردی خشونت‌آمیز. و حتی حمله به خبرنگاران. و شلیک گاز اشک‌آور و گاز فلفل. رفتاری که در آتلانتا به اخراج دو مأمور پلیس انجام میده. دیشب اعلام مقررات منع آمد و شد شبانه در 40 شهر. تصمیمی که مانع از حضور معترضان در خیابان‌ها نشد. شهرهایی که تا چند روز پیش به دلیل شیوع کرونا در سکوت فرو رفته بودند، حالا ممنوع از معترضان. بیشترشان آرام و مسالمت‌آمیز. اما اعمال خشونت محدود به ماموران نبوده. به آتش کشیدن خودروها و غارت فروشگاه‌ها، صحنه‌های آشنا در بسیاری از شهرها. حقمونه که اینجا رو با آتیش بکشیم. این تنها راهیه که بتونیم دردی که میکشیم و نشون بدیم، چون صدامونو نمیشنون. اینجا در مینیاپولیس نقطه آغاز اعتراض‌ها، عبور کامیون از موانع و راندن به داخل جمعیت. معترضانی که در کنار یک بزرگ راه جمع شده بودند، راننده را از کامیون بیرون کشیده و تحویل پلیس دادند. ماموران در تلاش برای به دست گرفتن کنترل اوضاع، ابراز همدردی با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و درخواست خودداری از خشونت با زانو زدن، نماد اعتراض به نژادپرستی. پیامی مشابه در توییتر از سوی جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، همراه با عکسی از حضور او در صحنه یکی از تجمع‌ها و وعده گوش دادن به صدای معترضان. بازداشت و اخراج مأمور پلیسی که باعث مرگ جورج فلوید شد از اعتراض‌ها کم نکرده. دریک شووین 44 ساله به قتل غیر عمد متهم شده.
اما سه مأمور پلیس دیگر که در صحنه حادثه حضور داشتند هنوز آزادند. معترضان خواهان اجرای عدالت و خشمگین از تبعیض علیه سیاه‌پوستان و نابرابری اقتصادی و اجتماعی. آتشی که ده ها شهر را در خود فرو برده و حالا به چند قدمی کاخ سفید رسیده. باران عباسی، بی بی سی. رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با ارائه آماری از خسارات جانی و مالی اعتراضات آبان ماه سال گذشته تعداد کل کشته شده ها رو 230 نفر اعلام کرد. مشتبه زنوری گفته که بیش از 50 نفر از اونها اعضای نیروهای امنیتی رسمی و بسیج بودند. و همچنین گفت حدود 60 نفر از جانباختگان در اعتراضات حضور داشتند، اما جزء به گفته او آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جانباختند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر گفته بود دست کم 304 نفر از معترضان در این اعتراضها کشته شدند. همکارم مریم افشنگ از مرکز لندن با ما هست. مریم، خیلی در مورد جزئیات اون چه که در آبان ماه سال گذشته اتفاق افتاد سوال‌های زیادی پرسیده میشه و یکی از سوال‌ها تعداد کشته شدگان هست. چه جزئیات بیشتری داد آقای زنوری؟ در واقع اولین باره که بعد از گذشت 7 ماه کسی از مقامات جمهوری اسلامی حاضر شده یک مقداری از جزئیات وقایع آبان ماه رو منتشر کنه و ارائه بده. آقای زلنور گفتن که 230 نفر کشته شدن که 6 نفر از اونها مأمور نیروی انتظامی بودن. توی صحبتاشون گفتن نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتن که کسی آسیب نبینه، ولی به گفته ایشون 2000 نفر از معترضان مجروح شدن و 5000 نفر از نیروهای امنیتی که در بین در واقع اونجا بودن و میگن که 20% از نیروهای حفظ امنیت که عضویت رسمی نداشتن مثل بسیج از جانباختگان بودن، 22% از کسانی که کشته شدن سابقه محکومیت کیفری داشتن، 7% در درگیری مستقیم کشته شدن و 26% به گفته آقای زلنور جزء معترضان نبودن و به دلیل نامعلوم جانشون را از دست دادن. و نکته‌ای که هست میگن که 31% به مراکز عمومی مثل دانشگاه‌ها و بانک‌ها حمله کردن. اینجا یه مقداری یه چیزهای نامعلوم و نامشخصه. آقای زلنور میگن که به دلیل تعرض به اماکن عمومی و دولتی و مقر نظامی باعث درگیری شده و این افراد کشته شدن، در حالی که وزیر کشور آقای رحمانی فضلی دیروز گفتن که وقتی که اعلام کردن که بیش از 200 نفر در اعتراضات آبان کشته شدن، گفتن که هیچ مقابله مسلحانه با مردم نشد و مردم رو مدام به خویشتنداری و مراعات توصیه کردن و اسنادش هم موجوده. فقط وقتی که مردم به پاسگاه ها حمله کردن با اونها برخورد شد. البته حرفی که وزیر کشور میزنه، ما خودمون در زمان آبان گزارش های زیادی، تصاویر زیادی به دستمون رسید از مردمی که در خیابان بودن و واقعا جلوی پاسگاه نبودن و مورد شلیک مستقیم قرار می گرفتن، همونطوری که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم داره اشاره میشه که چند نفر به مستقیم به سر و یا سینه و قلب شلیک شده، مثلا 66 نفر به سر و گردنشون شلیک شده بوده و 46 نفر به سینه و قلب. و اونطوری که سازمان عفو بین‌الملل میگه در واقع برنامه نیروهای امنیتی شلیک به قصد کشتن بوده. مریم اشاره، ببخشید طرف تو قطع میکنم، اشاره کردی به گزارش سازمان عفو بین‌الملل. در اون گزارش تعداد کشته ها هم بیشتر از آنچه هست که امروز آقای زنوری اعلام میکنه. او میگه 230 نفر و تعداد کشته شده های عفو بین‌الملل با عکس، مشخصات و اینکه چگونه کشته شدن داده شده. این تفاوت فکر میکنی از کجا میاد؟ دقیقا همینه. سازمان عفو بین‌الملل میگه دست کم 304 نفر، در واقع 304 نفری که سازمان عفو بین‌الملل تونسته به جزئیات از تفکیک جنسیتی که چند نفر زن بودن، مرد بودن، کودک بودن، در کجاها، در چه شهرهایی، در چه استانهایی کشته شدن، با نامشون، بسیاری از اونها عکسشون منتشر شده. سازمان عفو بین‌الملل تقریبا نزدیک فکر میکنم 10 روز 2 هفته پیش گزارش مفصلی با جزئیات دقیق منتشر کرد که در اون نشون داده میشه که در واقع
این هویت این آدم ها که کشته شدن چه کسانی بودن، حتی سن اینها مشخصه، در حالی که آقای زلنور هیچ جزئیاتی از اینکه سن این افراد چی بوده، جنسیتشون چی بوده، در کجاها کشته شدن، شهرها و حتی اسمی از این افراد مشخص نیست. در هر صورت 230 نفر رو یکی از مقامات جمهوری اسلامی داره تایید میکنه که کشته شدن، ولی باز همچنان جزئیات زیادی از این داستان ارائه نکردن، فقط یه سری درصدها هست. و خب اماکنی که از بین رفته، مثلا میگن که نزدیک 1000 بانک تخریب شده و آتش گرفته، جایگاه سوخت و پمپ بنزین هایی که آتش گرفته، مراکز دولتی، که البته اینها قبلا هم آمار و ارقامی در مورد جاها و اماکنی که در اومده بود، در واقع تخریب شده بود، در اومده بود که اون هم باز محل مناقشه بود که آیا واقعا مردم حمله کردن، یعنی معترضان حمله کردن، یا آیا نیروهای امنیتی. باز ما فیلم هایی داشتیم که میگفت خیلی از اون جاها رو نیروهای امنیتی رفتن و آتش زدن. از طرف دیگه چیزی که در صحبت های آقای زلنور اشاره نشده، تعداد بازداشت شدگانه. آقای زلنور میگن که گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشه، ولی آماری از تعداد بازداشت شده ها نمیدن. این هم باز جز حرفایی که خیلی صحبت های شد. اگر یادت باشه در آذر ماه اجسادی در سدها و رودخانه های از جمله در سد مریوان، در سد گاران در مریوان، جسد ارشاد رحمانی پیدا شد که میگفتن که جمجمه شکسته و بسیاری از استخوان ها شکسته و آثار شکنجه روی جسد آقای رحمانی دیده میشد، و تعداد دیگری هم بودن که در سدهایی در مثلا کارون اهواز و اینا دیده شده بودن، که اون زمان گفته میشد که اینا میتونن از معترضان آبان ماه باشن. ولی ما هنوز بعد از گذشت 7 ماه آماری از اینکه چند نفر بازداشت شدن نداریم، و باز هنوز سوالاتی در مورد تعداد کشته شدگان، چگونه کشته شدنشون و اینکه چرا کشته شدن، هنوز فکر میکنم که با برجاست و سوالاتی هست که در واقع خانواده ها خواستار این هستن که بهشون پاسخ داده بشه. ممنونم ازت مریم افشنگ، همکارم از لندن. اما به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به عناوین مهم خبری روز. در آمریکا اعتراض‌ها به تبعیض نژادی و خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان به 75 شهر کشیده شد. رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته در حوادث آبان ماه پارسال در مجموع 230 نفر کشته شدند. مجتبی زنوری گفته 60 نفر از جان باختگان به دلایل نامعلوم جان باختند. در ادامه این برنامه، دو فضانورد آمریکایی که با یک سفینه بخش خصوصی به مدار زمین پرتاب شده بودند در ایستگاه بین‌المللی فضایی مستقر شدند. بعد از 10 هفته تعطیلی، بعضی از دانش آموزان انگلستان از صبح امروز به کلاس‌های درس برگشتند. بسیاری از مغازه‌ها در بریتانیا میتونن باز بشن و گرد همایی تا 6 نفر آزاد شده. با این حال بعضی از متخصصان هشدار دادن هنوز برای نادیده گرفتن قرنطینه زوده. بریتانیا بعد از روسیه و اسپانیا بیشترین آمار مبتلایان به کرونا رو در اروپا داره. همزمان با بریتانیا، روسیه هم قرنطینه رو کاهش داده. از امروز بسیاری از مغازه‌های مسکو باز شدن و قدم زدن در بیرون از خونه آزاد شده. مهداد فرهمند گزارش میده. فعلا در بریتانیا فقط دانش آموزانی می توانند به مدرسه برگردند که پدر یا مادرشان ناچار به کار بیرون از خانه اند. آن هم فقط دانش آموزان پایین ترین و بالاترین کلاس ها. در کلاس هم با فاصله و با پنجره های باز باید بنشینند. شانس آوردند که این روزها هوا آفتابی است. تصمیم به بازگشایی هر مدرسه با مدیران است و تشخیص والدین. در همین روز شل شدن قرنطینه در کشور، عکسی هم از ملکه در حال اسب سواری منتشر شده تا نوید بخش بازگشت به زندگی عادی باشد. ملکه الیزابت که همین 6 هفته پیش 94 ساله شد، اما کرونا جلوی جشن تولد با شکوه همیشگیش را گرفت، با همسر 99 سالش پرنس فیلیپ که از کرونا نجات یافته در کاخ تابستانی ویندزور در غرب لندن به سر می برد. همسن و سالهای ملکه و آنهایی که قدری هم جوانترند
از امروز اجازه یافتند از خانه خارج شوند. اما متخصصان هشدار می‌دهند که هنوز برای اینکه جمعیت به خیابان‌های شهر سرازیر شود زود است. کشورهایی هستند که به کرونا اعلام پیروزی کردند و دست از سختگیری برداشتند، اما اکنون با موارد پیش بینی نشده روبرویند. نمونه‌اش کره جنوبی که با کاربرد تازه‌ترین فناوری در راهگیری ویروس کرونا زبان زد شد، اما فکر بعضی جاها را نکرده بود. تجمع‌گاه‌های همجنسگرایان و حالا کلیسا. البته نه کلیسای معمولی. یکی از هسته‌های آلوده به کرونا در کره جنوبی کلیسای فرقه ایست به نام شینچونجی، فرقه ای که پیروانش معتقدند این آقا لی مانهی خود مسیح است. همان گونه که خدا در انجیل وعده داده، دوباره فرزندش را که ایشان باشد برای نجات جهان فرستاده. اما همین آقایی که خود را فرزند خدا و نجات بخش جهانیان می‌داند، حالا عذرخواهی کرده که پیروانش به گسترش بلای کرونا دامن زده اند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه بریستول در بریتانیا، از همین شهر با ما هست. آقای اشرفیان بناب، یک در واقع تناقضی هست اینجا بین مسئولان بهداشتی که نگرانند از موج دوم، از شیوع دوباره، و از اون طرف سیاستمدارانی که نگران وضعیت اقتصادی هستن، نگران وضعیت تجارت هستن. تعادل این وسط ظاهراً برقرار نمیشه به این راحتی، و این مربوط به کل اروپا هم میشه. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. متاسفانه همین جوره. اطلاعات علمی و یافته هایی که در مورد کووید 19 داریم مرتب به ما اعلام خطر میکنه، با توجه به نحوه گسترش و پیشرفتش تو کشورهای مختلف، حالا به ویژه در مورد بحثی که در رابطه با اروپا هست. دانشمندان و متخصصین این رشته بسیار نگرانند که این ویروس مطلقا مهار نشده و هر لحظه ممکنه با کوچکترین خطا یا اشتباهی در سیاست‌ها و عملکردهای دولت‌ها دوباره گسترش و شیوع پیدا کنه. سازمان بهداشت جهانی همین چند روز گذشته یکی از مسئولینش وقتی ازش سوال شد که در چه مرحله‌ای هستیم در رابطه با کووید 19، ایشون با صراحت گفتن که ما هنوز در مرحله ابتدایی و اول و گسترش بیماری هستیم و هنوز خیلی خیلی راه داریم تا بتونیم این بیماری رو کنترل کنیم. به نوعی سیاستمدارها این وسط گیر کردن. شاید این از معدود دفعاتی باشه که انسان یکم دلش به حال سیاستمدارها بسوزه، چون از یه طرف به هر حال افراد علمی در کابینه ها هستن، در دولت ها هستن، اخطار و هشدار میدن. از طرف دیگه سیاستمداران و دولتمداران به هر حال باید مراقب مسائل اقتصادی باشن، ولی فکر میکنم با توجه به اون چیزی که از کووید 19 دیده شده، خیلی خیلی باید هوشیار بود و دولت‌ها باید خیلی خیلی مراقب خطاهای احتمالی باشن. و در مورد بازگشت دانش آموزان به بعضی از مدارس در بریتانیا هم کمی بهمون بگین چه تعمیداتی در نظر گرفته شده که باعث شیوع نشه. ببینید، در بریتانیا خوشبختانه با توجه به کارهای بسیار عمیق و جدی که در NHS یا سیستم وزارت بهداشت درمان بریتانیا انجام شده، الان بیش از روزی 100 هزار تست در سراسر بریتانیا انجام میشه. این تعداد زیاد تست میتونه به دولت و مجریان سیاسی کمک کنه که اگر در مدرسه ای و اگر در نقطه ای مواردی از کووید 19 و بیماری مشاهده شد، سریع بتونن اون رو مهار کنن، افراد مبتلا رو ایزوله کنن و هر کس که باهاشون در تماس بوده به هر حال ایزوله کنن و تحت کنترل در بیارن. این یکی از نکات مثبته، ولی به هر حال مدارس جایی هستن که شلوغن، دانش آموزان رو خیلی خیلی کمتر از افراد بالغ و افراد به اصطلاح کسانی که به سن کامل رسیدن کنترل کرد، بچه ها رو خیلی سخت کنترل کرد. بسیاری از مدارس و بسیاری از مسئولین مدارس راضی نیستن و این شرایط موجود در بریتانیا رو کافی برای بازگشایی نمیدونن، ولی این تصمیمیه که دولت گرفته و
همه امیدواریم که مشکل جدی پیش نیاد. ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی با ما. وزیر بهداشت ایران هشدار داده که با ادامه شرایط فعلی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا دوباره از 100 نفر در روز بیشتر میشه. سعید نمکی بر اساس مشاهداتش در سفر دو روز پیش به مشهد از رعایت نکردن مقررات بهداشتی انتقاد کرده. بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته نزدیک به 3000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده و 81 بیمار جانشان را از دست دادند. با اعلام 545 مورد جدید ابتلا به کرونا در افغانستان طی 24 ساعت گذشته آمار رسمی مبتلایان به 15750 نفر رسید. همچنین با ثبت مرگ 8 مبتلای دیگر گفته شده تا به حال 265 نفر جانشون رو بر اثر این بیماری از دست دادند. بر اساس گزارش وزارت صحت از دیروز 100 نفر از مبتلایان هم بهبود یافتند. استاندار کوهکیلویه و بویراحمد میگوید آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خاریز بعد از 5 روز مهار شده. حسین کلانتری گفته با وجود اطفای حریق نیروهای امدادی همچنان در منطقه در حال آماده باش هستند. گفته شده بیش از 500 نفر از نیروهای مردمی و امدادی در مهار این آتش سوزی مشارکت داشتند. هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت این آتش سوزی ارائه نشده. خانواده نجیب الله احمد زئی رئیس جمهوری پیشین افغانستان خواستار بررسی قتل او شدند. فتانه نجیب همسر او در اطلاعیه نوشته بهترین تجلیل و یادبود از همسرش قبل از ساختن آرامگاه بررسی علل و انگیزه های قتل اوست. گروه طالبان یک روز پس از تصرف کابل در ششم میزان یا مهمای 1375 نبی الله و برادر شاهپور رو که 4 سال در دفتر سازمان ملل پناهنده بودند از این دفتر بیرون کشیدند و در مرکز شهر کابل دار زدند. یک زن جوان در ولایت هرات در غرب افغانستان به دست اعضای خانوادش به قتل رسید. رئیس امور زنان هرات دلیل قتل او را ازدواج با پسری ذکر کرده که خانوادش با اون مخالف بودند. این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از کاهش اندک قتل زنان در سال گذشته میلادی خبر داده. این کمیسیون میگوید پارسال قتل 238 زن رو ثبت کرده که 96 مورد اون ناموسی بوده. ذبیح‌الله فرهنگ سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر از کابل با ما هست. آقای فرهنگ، آیا شما کمی میتونید از نتیجه تحقیقی که کمیسیون شما در مورد این قتل آغاز کرده به ما بگید؟ با تقدیم سلام به شما و بیننده‌های محترم شما، متاسفانه خشونت علیه زنان در افغانستان قدمت تاریخی دارد، عوامل و دلایل مختلف دارد. آنچه که در هرات اتفاق افتیده یکی از خفت‌بارترین و خشنترین نوع خشونت جسمانی است که متاسفانه موجب سلب حیات و سلب زندگی خانم شده. اما بحث اصلی است که اگر ما اندک خشونت، کاهش خشونت را هم شاهد هستیم، ممکن است که ما نتوانسته باشیم خشونت ها یا ارقامی که ارائه میشه ممکن دسترسی نداشته باشیم با بسیاری از مواردی که اتفاق میفته در سراسر کشور. دلایلش هم یک بحثی است که اکثریت خانواده ها قتل ناموسی را نوع امر خصوصی و خانوادگی میپندارند. اگر در این زمینه تحقیق و نظارت صورت بگیره گویا ما مداخله کردیم در امور خانوادگی. نکته دوم هم که بسیار زیاد در این زمینه محدودیت ساز است و نمیتواند زمینه را برای بررسی بیشتر مساعد بکنه که رابطه قتل ناموسی با نوع از ننگ و غیرت افغانی که غالبا یک نوع باور مردسالاران است و شرف و عزت و آبرو همه از اینا دست برست هم میده که محدودیت های را برای تحقیق مساعد می سازه. بنابراین در سراسر کشور هم قسمی که شما گفتین 238 مورد اتفاق در قتل و 96 مورد شم قتل ناموسی است که عوامل دیگه هم داره. و در این مورد خاص کمیسیون حقوق بشر چه خواهد کرد؟ چون همونطور که خودتون هم گفتید از حرفای شما اینطور برمیاد که قربانیان خشونت خانگی خیلی بیشتر از اینا هم هستن. چه میخواهید بکنید؟ خب ما دادخواهی خود را میکنیم، بررسی های خود را ادامه میدیم، اما آنچه که مهم است است که خشونت خانواده، خشونت ناشی از قتل ناموسی و خشونت علیه زنان در مجموع ریشه های اجتماعی و سنتی بسیار عمیق دارد. سنت های در افغانستان حاکم است که دست نخورده هستند، نفوذ ناپذیر هستند. هرچند کمیسیون مستقل حقوق بشر مستندسازی های داشته، معمولا از نهادهای مسئول در این زمینه ما خواستار بررسی و
تامین عدالت بر عاملان این جنایت ها شده، اما باز هم 39% از عاملان نقض حقوق خانم ها گرفتار شدند و از 61% هم از قانون فرار کردند. بنابراین شما شاهد فرار ناقضان و جنایتکارانی هستین که حقوق یا موجب میشه سلب حقوق زنان را ما شاهد باشیم. ممنونم از شما ذبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. دو فضانورد آمریکایی که با یک سفینه بخش خصوصی به مدار زمین پرتاب شده بودند در ایستگاه بین‌المللی فضایی مستقر شدند. فضانوردان ناسا و روسیه از اونها استقبال کردند. این اولین بار در نزدیک به یک دهه گذشته است که یک سفینه آمریکایی فضانوردایی رو به اونجا برده. فضاپیمای دراگون که متعلق به شرکت اسپیس اکس است، یک شنبه از مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب شد. این سرآغاز دور جدیدی است که ناسا از بخش خصوصی خدمات حمل و نقل خریداری خواهد کرد. ویکتوریا گیل گزارش میده. We're ready to get Dragon docked to the International Space Station. قرار گرفتن در ایستگاه فضایی بعد از سفری 19 ساعته و 418 کیلومتر دورتر از کره زمین. Soft capture confirmed. Standby for retraction and docking. اولین فضانوردانی که با یک فضاپیمای خصوصی در ایستگاه بین‌المللی فضایی قرار گرفتند. فضاپیمای دراگون بدون هیچ مشکلی به ایستگاه فضایی رسید. We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. داگ هرلی و باب بنکن حالا دو عضو جدید ایستگاه فضایی هستند. این خیلی خوبه که آمریکا دوباره به پرتاب فضانورد به فضا رو آورده. ما خوشحالیم که در این مجموعه فضایی خارق‌العاده حضور داریم. موفقیت این سفر فضایی آغاز یک دوره جدید برای فضاپیماهای تجاری خصوصی خواهد بود. این سفر بخشی از قرارداد 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری ناسا با شرکت حمل و نقل فضایی اسپیس ایکس بود. تیم پیک، فضانورد بریتانیایی که پرتاب فضاپیمای دراگون را از خانه‌اش دنبال کرده، میگوید امیدوار است در 4 سال آینده بتواند دوباره به ایستگاه فضایی برود. این احتمال وجود دارد که با شرکت اسپیس ایکس دوباره به فضا سفر کنی؟ واقعاً امیدوارم. ناسا دوست داره به مرور پروسه انتقال فضانوردان به ایستگاه فضایی رو به شرکت‌های خصوصی واگذار کنه. این باعث تمرکز بیشتر ناسا روی کاوش در کره ماه و مریخ میشه. وظیفه این دو فضانورد آمریکایی دادن کمک‌های فنی و علمی در ایستگاه فضایی است. قرار است 1 تا 4 ماه در فضا بمانند و بعد توسط فضاپیمای خصوصیشان به زمین برگردند. ویکتوریا گیل، بی بی سی نیوز. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.